آریانا افغانستان، یگانه شبکه تلویزیونی ملی افغانها در خارج از کشور. خداوند بخشاینده مهربان، بینندگان ارجمند، هموطنان گرامی، با تقدیم سلام و ابراز تمنیات قلبی خوشوقت هستیم که یک بار دیگر در حضور شما دوستان و عزیزان قرار داریم و نگاه امروز دوشنبه 24 سرطان سال 1392 هجری خورشیدی برابر با 15 ماه جولای سال 2013 میلادی را پیشکش حضورتان می نماییم. بر روال معمول نخست میریم به سراغ بخش افغانستان در آینه مطبوعات جهان. نشریه کامن دریمز در تازه ترین شماره خود مقاله نشر نموده است تحت عنوان نیروهای آمریکایی در آینده نزدیک از افغانستان بیرون نمی شوند. کامن دریمز در این گزارش به سخنان جیمز دابنز، نماینده خاص امریکا در امور افغانستان و پاکستان، اشاره می کند که گفته است سربازان امریکایی بعد از سال 2014 در افغانستان باقی خواهند ماند. بنوشته کامن دریمز، دابنز در حال این سخنان را ایراد نموده که نیویورک تایمز هفته گذشته گزارش داد که باراک اوباما بالای خروج همه سربازان امریکایی از افغانستان غور می کند. کامن دریمز به نقل از جیمز دابنز علاوه می کند که به مشران جرگه امریکا گفته است امریکا به همکاری های دراز مدتش با افغانستان ادامه می دهد. در حقیقت افغانها به ما نیاز دارند و ما تعهد کرده ایم که آنجا خواهیم ماند. روزنامه گاردین چاپ لندن در گزارش سخنان تند دیوید میلیبند، وزیر خارجه سابق بریتانیا، درباره ناکامی جام جهانی در عراق و افغانستان را به بررسی گرفته است. گاردین علاوه می کند میلیبند در این سخنرانی خیلی تند و بی‌پرده حرف زد و گفت محاسبه کلی از وضعیت عراق کاملا منفی بود و به نظر می رسد که افغانستان نیز پس از خروج سربازان بین‌المللی ممکن درگیر یک جنگ داخلی چندین ساله شود. ناکامی در عراق و افغانستان سبب شده است تا کشورهای جهان در مورد سوریه با هم اختلاف نظر پیدا کنند. دیوید میلیبند این سخنان را قبل از آن که ریاست کمیته بین‌المللی نجات را در نیویورک عهده‌دار شود گفته است. به نوشته گاردین، میلیبند با تاکید گفته است جامعه جهانی که در 10 سال گذشته بالای نیروهای نظامی بیش از حد اتکا کرده و در بخش سیاسی و دیپلماسی سرمایه گذاری ننموده باید به جای ترک کردن افغانستان از اشتباهات خود بیاموزد. میلیبند از افغانستان و عراق یک تصویر تاریک ترسیم کرده گفته است عراق و افغانستان سربازان آمریکایی و سایر کشورهای غربی را بیشتر از جنگ جهانی درگیر خود ساختند و این کشورها از نگاه بشری، مالی و سیاسی بهای بلندی در این دو کشور پرداختند. بنوشته گاردین در هر دو کشور که جنگ زده می باشند نشانه های از یک آینده درخشان را خیلی به مشکل می توان به تصویر کشید. در عراق جنگ به سادگی پیروز شد اما صلح آن کشور هم خیلی به جنگ شباهت دارد. گاردین اعلام میکند در افغانستان و پاکستان تهدید القاعده خیلی کاهش یافته است اما سرنوشت این کشورها هنوز هم روشن نیست. روزنامه پرتیراژ نیویورک تایمز در مقاله نوشته است زمانی که حرف از اعتماد به آینده افغانستان مطرح می شود از دیپلمات های افغان که پس از ختم ماموریتشان به افغانستان برنمی گردند
می توان به طور نمونه یادآوری کرد. روزنامه به نقل از عمر صمد سفیر پیشین افغانستان در پاریس می نویسد که گفته است بیش از 60% دیپلمات های افغان پس از پایان ماموریتشان تصمیم می گیرند که به افغانستان برنگردند و این رقم به سرعت در حال افزایش است. نیویورک تایمز به نقل از مجله آلمانی شپیگل نوشته است که تا پایان ماه جون 150 دیپلمات افغان به کشورشان فرا خوانده شدند، اما تنها 5 تن آنها به افغانستان بازگشتند. به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، تعداد زیاد دیپلمات هایی که به کشورشان برنگشتند یا درخواست تمدید ماموریت نمودند و یا هم در کشور میزبان درخواست پناهندگی دادند. در همین حال نیویورک تایمز به نقل از ارشاد احمدی معین وزارت خارجه افغانستان نوشته است که گفته است برنگشتن تعداد اندک دیپلمات های افغان به دلایل شخصی و یا خانوادگی در کل نمایانگر بی‌مسئولیتی و عدم حس وطن دوستی دیپلمات های افغان نیست. نیویورک تایمز برنگشتن دیپلمات های افغان به کشورشان را مشابه به تلاش سایر افغان ها برای بیرون شدن از افغانستان میخواند. در تبصره آمده است تعداد زیاد افغان ها تلاش دارند تا محلی را دریابند که در صورت دگرگون شدن اوضاع در کشورشان پس از خروج سربازان بین المللی در سال 2014 میلادی به آنجا پناه ببرند. در مقاله نیویورک تایمز آمده است که تقاضای زیاد افغان ها برای ویزا سبب شده است تا شماری از سفارت های کوچک در کابل بخش ویزای خود را کاملا مسدود کنند. نیویورک تایمز به گونه مثال از مقامات هلندی نقل قول کرده که گفتند آنها زمان تصمیم به بستن بخش ویزای سفارت هلند در کابل گرفتند که خانم ماریا سروری یک کارمند افغان این بخش برای یک سفر رسمی به هلند رفت و دیگر برنگشت. روزنامه واشنگتن پست نیز در مورد دلسردی گروه از افغانها به محل بود و باششان مقاله نوشته است، اما با اندک تفاوت. این گزارش در مورد قرغزها است که در دهلیز واخان زندگی می کنند. نویسنده این مقاله می نویسد 1100 باشنده دهلیز واخان در منطقه همسرحد با تاجکستان، پاکستان و چین از جنگ و خشونتهایی که در سایر نقاط افغانستان می گذرد دور هستند و در همین حال با کمک های جامعه جهانی که برای بازسازی افغانستان با آن کشور سرازیر شده نیز فاصله زیاد دارند. به نوشته واشنگتن پست فاصله از واخان تا کابل حدود 400 کیلومتر است، اما مسافرین برای پیمودن این فاصله باید 10 روز پای پیاده بروند، بر سر قاطر و بعضی نقاط با استفاده از موتر منزل کنند. ابراهیم 22 ساله یک باشنده واخان به خبرنگار واشنگتن پست گفته است در اینجا چیزی برای ما نیست، دنیا ما را فراموش کرده است. نویسنده این مقاله وضعیت دشوار زندگی در واخان را تصویر کرده و به طور مثال از یگانه دختر ابراهیم نام برده که سال گذشته در نتیجه سرماخوردگی جان خود را از دست داد. عبدالله یک باشنده دیگر واخان به واشنگتن پست گفته است که دو پسرش به دلیل ابتلا به بیماری های خیلی معمولی مرده اند. واشنگتن پست علاوه می کند به دلیل عدم موجودیت مراکز صحی و ادویه مردم واخان کودکان و بزرگسالان بیمار را با استفاده از تریاک تداوی می کنند. به نوشته روزنامه جوانان واخان برخلاف پدرکلان های خود می خواهند این منطقه را ترک کنند. واشنگتن پست به نقل از ابراهیم می نویسد که گفته است ما با آنها یعنی با نیاکان ما تفاوت داریم، از بود و باش در این محل واقعا خسته شده ایم. خب بینیدار ارجمند، ای بود تبصره های از روزنامه های خارجی. با حال میریم به تبصره های از روزنامه های چاپ امروز کابل، از جمله ملی، باور، سرنوشت، خدمتگار و همچنان روزنامه ماندگار. شماره از روزنامه های چاپ امروز کابل مطالب و تبصره هایشان را به امضای توافقنامه امنیتی بین رئیس جمهور حامد کرزی و امریکا و مسئله صلح اختصاص دادند. روزنامه چراغ در سرمقالهش تحت عنوان بحران بین افغانستان و امریکا واقعی است یا تکتیکی اشاره به مطلب روزنامه نیویورک تایمز می نویسد شماری با سراسیمگی بالای دولت اعتراض نمودند. از سوی دیگر دولت با
سینه سرد به این اعتراض ها پاسخ داد. نویسنده سرمقاله چراغ روابط اخیر بین افغانستان و امریکا را یک سناریو و تکتیک امریکا می داند. روزنامه آرمان ملی در سرمقالهش تحت عنوان چرا طالبان از سوی قصر سفید دشمن تلقی نمی شوند به نقل از یک سخنگوی قصر سفید می نویسد انتخاب یا گزینه صفر را ترجیح نمی دهیم و احتمالاً نیروهای آمریکایی تا شکست نهایی القاعده در افغانستان حضور خواهند داشت. سرمقاله نویس اعلام می کند آمریکا تنها القاعده را دشمن خود می داند، از طالبان اصلا یادآوری نمی کند. نویسنده سرمقاله به قدرت رسیدن طالبان را تهدید در برابر منافع ملی افغانستان می داند و می گوید این مسئله در تفاهمنامه امنیتی خیلی مهم است. اگر مسئولان افغان در نظر نگیرند هیچگاه از محاکمه مردمی نجات نخواهند یافت. روزنامه خدمتگار در سرمقالهش تحت عنوان کار با کرزی مشکل است به نقل از یک مطلب واشنگتن پست می نویسد که گفته است با در نظر داشت موضع‌گیری اخیر حامد کرزی رئیس جمهور باراک اوباما در مورد افغانستان، مشکل کم کردن نیروهای آمریکایی در افغانستان نیست، بلکه مشکل اساسی این است که کار کردن با حامد کرزی دشوار است. روزنامه های سرنوشت و ملی باور اظهارات ایمل فیضی سخنگوی رئیس جمهور را به نشر رساندند که گفته است لوی جرگه تنها به خاطر امضای تفاهمنامه امنیتی با آمریکا برگزار می شود. ملی باور به نقل از فیضی می نویسد بعضی از گروه ها می خواهند با تخریب لوی جرگه بگویند که تفاهمنامه امنیتی با آمریکا به چشم می بسته امضا شود. روزنامه سرنوشت در همین مورد در یک مطلب دیگر نوشته است این اظهارات را آقای فیضی در برابر بیانات شورای احزاب سیاسی که گفتند لوی جرگه به خاطر برگزار نشدن انتخابات برگزار می شود بوده است، اما آقای سخنگوی برگزاری لوی جرگه را آخرین فیصله مردم برای امضای تفاهمنامه امنیتی می داند. روزنامه دولتی هیواد ملاقات اخیر معاون رئیس جمهور و سفیر تازه عربستان سعودی را به نشر رسانده می نویسد معاون اول رئیس جمهور از سفیر عربستان سعودی خواسته است که کشورش برای تأمین صلح و ثبات در افغانستان از هر وقت دیگر پیش قدم شود. ما ممنون و سپاسگزار هستیم از مارشال صاحب که اونها هم در مسائل سیاسی وقتاً فوقتاً ابراز نظر میکنن. و اما اظهارات اخیر سخنگویان یا سخنگوی بهتر است بگویم دائمی وزارت دفاع افغانستان جناب جنرال صاحب ظاهر عظیمی که با فضل و مرحمت خداوند بار دیگر جوان شدند و موهایشان سیاه شده و هر کس فکر میکنه آقای عظیمی تازه 14 ساله شده، واقعا نگران کننده بوده، مخصوصا این که ایشان میگویند که امسال برای افغانستان سال خونین خواهد بود. آقای عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان اعلام میکند که طالبان با تمام توان برای حمله به نیروهای امنیتی افغان کمر بستند. نیروهای افغان ماه گذشته مسئولیت کامل تامین امنیت کشور را به عهده گرفتند. البته اظهارات جنرال ظاهر عظیمی را در لابلای گزارش خدمت شما تقدیم میکنیم، گزارش ویدیویی که توسط شبکه تلویزیونی بی بی سی تهیه و منتشر شده است. با ما باشید. در رأس عملیات ها برای سرکوب شورشیان ارتش افغانستان. درگیری های مسلحانه امسال شدت گرفته است. در سه ماه اول سال جاری خورشیدی 355 سرباز افغان کشته شدند، بیشتر از سه ماه اول پارسال. سال جاری یکی از خونین‌ترین سالهایی بوده که در طول این مدت چند سال سپری شده. دشمنان مردم افغانستان از تمام ظرفیت‌ها و قابلیت‌هایی که داشتن علیه کشور و مردم ما استفاده کردند. مقام های افغان میگویند طالبان با تمام توان وارد عمل شدند. گفتند که بسیاری از مدارس دینی پاکستان تعطیل شده و
و طالبان برای جنگ به افغانستان آمدند. اما جنگ در کشور وارد مرحله‌ای جدید شده. ناتو کم کم به پشت جبهه رفته و نظامیان افغان روی صحنه‌اند. ناتو and other nations will continue. ناتو و دیگر کشورهای عضو آن به تعهد خیش در برابر افغانستان و مردم آن تحت یک مأموریت تازه به نام پشتیبانی قاطع ادامه خواهد داد. این مأموریت غیر محاربوی و کاملا کوچکتر خواهد بود. طالبان سعی میکنند دولت افغانستان را ناکام ثابت کنند در تامین امنیت و اداره کشور. دولت در مقابل سعی دارد طالبان را در این تلاششان شکست بدهد. تلفات روز بروز زیاد بلند افتاده ده ای وقتا و زیادتر طالبا هم به خاطر امتیازگیری خصوصا به از همه حادثه قطر همه بیرق اینا بلند شد و پایان شد لوی اینا نصب شد و پس شد عقده بندی پیش اونا هم پیدا شده طالبا هم شما تو فکر نکنید که یک گروه باشه اگر افغانستان بتواند امسال از این آزمون موفق بدر شود نیروهای افغان گام مهم برداشتند گامی که ثابت میکند آنها دیگر میتوانند از خاک خود دفاع کنند. امسال به خاطر سال سرنوشت‌ساز برای مردم افغانستان است که نیروهای امنیتی افغان مسئولیت تامین امنیت سر تا سر افغانستان را بر عهده گرفتند. طالبان هم همواره تلاش میکنند تا توانایی نیروهای امنیتی را زیر سوال ببرند. از طرف هم مردم افغانستان با نگرانی نظارت میکنند که نیروهای امنیتی افغان توانایی دفاع از آنها را دارند یا خیر. مریم غمگسار بی بی سی کابل بیننده های ارجمند البته با مشاهده این گزارش چنین استنباط میگردد که اردوی افغانستان یا اردوی ملی افغانستان به اندازه نگران است از این که پس از سال 2014 در افغانستان چه حوادثی رخ خواهد داد البته این نه تنها نگرانی باید از جانب مقامات رسمی یا نظامی یا امنیتی افغان باشه بلکه این نگرانی و این البته ترس از آینده و ناامیدی متاسفانه شامل حال بیش از 90% مردم افغانستان شده جز 10% که 90% به گروگان گرفتن مخصوصا سخنگویان که همه گذشته جنگ سالاری دارن اکثرشان و اینها به اصطلاح از بستر سیاست و از درایت و هوشیاری و تحصیل و تعلیم بر نخواستند بلکه فقط ابراز نظر و اظهار عقیدهشان بر مبنای سوابق جنگیشان است البته با تمام شتارت و مهارتی که اونها در جنگ دارن اما آثار نگرانی به وضاحت در چهره هایشان به مشاهده میرسه چنانچه دیدین که جنرال روزی که قبلا مربوط جنگ سالار عبدالرشید دوستم بود و مدت مدیدی در جنگ های داخلی البته سهم داشت و جناب سخنگوی صاحب دائمی وزارت دفاع افغانستان جنرال سیف عظیمی هم اینا هم از در حالی که از گذشته هم کدام خاطری خوش ندارن از آینده هم نگران هستند و این در حال است که از نقطه نظر سیاسی تنش در روابط امریکا و افغانستان وارد ششمین سال خود شده است طوری که به مشاهده می رسد هر از گاهی البته این تنش ها وارد مراحل حساس و بحرانی می شود از یک جانب مقامات کشورند که مشخص نیست چه طرح و برنامه هایی را در برابر خود قرار دادند و از این همه موش و پشکبازی در این مناسبات چی می خواهند به دست آورند و از جانب دیگر کشور یعنی کشور قدرتمندی چون ایالات متحده امریکا قرار دارد که در بیشتر از یک دهه گذشته دوست استراتژیک و کمک دهنده اصلی افغانستان در مبارزه با تروریسم و القاعده بوده است طوری که میبینیم حالا این روابط به دلایل گاه پنهان و گاه عیان در خطر تیرگی خطرناک قرار گرفته است آقای کرزی در پایان عمر ریاست جمهوریش
با آن همه اشتباهات جبران ناپذیر که بدون تردید برایش دردسرهای بزرگی را رقم خواهد زد، می خواهد لااقل این امتیاز را از امریکایی ها به دست آورد که مدیریت گفتگوهای صلح را به او بسپارند و یا طور وانمود کنند که همکاره این روند تنها می تواند شخص خودش یعنی حامد کرزی باشد، در حالی که اگر قرار باشد کسی به دلیل هویت بخشیدن به طالبان مجازات شود، هیچ کسی بغیر از آقای کرزی بودن نمی تواند، چون او پیش از تمام کشورها و رهبران جهان که در حال جنگ با تروریسم جهانی هستند، خط طالبان را از القاعده و تروریسم جدا کرد و آنها را برادر خطاب نمود. جناب رئیس جمهور افغانستان آقای کرزی به این هم اکتفا نکردند، بلکه در بسیاری از موارد جنایات طالبان را که بر سر مردم بیگناه کشور آورده اند نادیده گرفتند و اعلام نمودند که هیچ منبع موثقی وجود ندارد که تایید کند این جنایات را گروه طالبان انجام داده است. حتی جناب دکتر فاروق وردک وزیر تعلیم و تربیت یا معارف افغانستان هم در یک مصاحبه گفته بود که هیچ مدرک و هیچ دلیل سراغ نمی شود که گویا طالبان مکاتب و مدارس و نهادهای آموزشی را به آتش بکشند. تا امروز نه رئیس جمهور افغانستان و نه سایر اراکین دولت اسلامی افغانستان نگفتند که این بدبختی ها، این ویرانی ها، این آوارگی ها را در 12 سال گذشته کیها بر سر مردم افغانستان آورده اند. همیش برف بام خود یا همیش برف بام های خود را بر بام‌های دیگر انداختند. آیا این سخنان از برافراشتن بیرق و لوحه امارت اسلامی ناچیزتر به نظر می‌رسند؟ بدون شک نخیر. آن چیزی هست که این سخنان آن چیزی هست که در دوحه پایتخت قطر صورت عملی و بیرونی یافت. آقای کرزی گام‌های نخستین را در جهت هویت بخشیدن برای گروه طالبان برداشت و آنگاه کشورهای دیگر بر مبنای منافع خود چند گام از آقای کرزی پیش رفتند. اما کرزی از آنجایی که از آن هدف‌های اصلی که می‌خواهد در جنگ قدرت در افغانستان با آنها برسد خود را دور حس می‌کرد، آن همه واویلا و سرصدا و فریاد و فغان را برا انداخت. هدفهایی که کرزی میخواهد با آنها برسد چند مورد بسیار ناچیز است. 1. عدم برگزاری انتخابات و تمدید دوره فعلی حکومت شکست خوردهش به وسیله یک جرگه غیر مشروع. 2. اداره گفتگوهای صلح با آجندا و برنامه هایی که خودش آنها را صلح میداند. و 3. ادامه کمک‌های اقتصادی جامع جهانی به افغانستان بدون هر گونه نظارت ملی و بین‌المللی. در همین حال آمریکایی‌ها نیز ظاهراً از این بازی‌ها خسته به نظر می‌رسند و با حربه‌هایی که در اختیار دارند تلاش می‌کنند که کرزی را وادار به تمکین در برابر خواسته‌های خود کنند. بحث خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان پس از سال 2014 و نشان دادن بی‌علاقگی نسبت به امضای توافقنامه امنیتی از این گونه حربه ها می توانند باشند که در برابر بازی های ارگ نشینان از سوی آمریکایی ها به کار گرفته می شوند. اما نکته مهم در این میان منافع کشور و مردم افغانستان است که متاسفانه هم از سوی ارگ نشینان و هم از سوی متحدان بین‌المللی افغانستان به گرو گرفته می شود. افغانستان در سال 2014 برای اینکه بتواند روند فعلی سیاسی را حفظ کند به چند مورد اساسی نیاز دارد که بدون آنها احتمال برگشت آن به گذشته تاریک دور از انتظار نمی نماید.
افغانستان برای اینکه بتواند همچنان به عنوان کشوری با ارزش‌های مردم سالارانه باقی بماند، نیاز به برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه دارد که بتواند انتقال مسالمت آمیز قدرت را از حکومت نهایت فاسد فعلی به حکومت پاسخگو و مورد اعتماد مردم ضمانت کند. اگر در رهبری قدرت در سال 2014 تغییر رونما نشود، هر گونه گزینه و برنامه دیگر که بخواهد جایگزین انتخابات سالم و شفاف شود، افغانستان را به پرتگاه نابودی خواهد کشاند. این هشدار بسیار دقیق و از روی محاسبات عقلانی و شرایط بحرانی کشور است. جامعه جهانی و نیروهای سیاسی موجود در کشور باید به دور یک طرح بزرگ ملی جمع شوند و با درایت سیاسی آینده کشور را مدیریت کنند. در این رابطه داشتن انتظار از حکومت فعلی که اقدام از روی خرد سیاسی انجام دهد بدون شک انتظار عبث و بدور از واقعیت می تواند باشد. ولو که آقای کرزی گماشتگان و عمال خود را به قدرت برساند، هیچ تغییر در روند سیاسی در افغانستان به مشاهده نخواهد رسید. برای مردم افغانستان چه فرق می کند آقای کرزی یا برادرش قیوم کرزی؟ برای مردم افغانستان چه فرق می کند آقای کرزی یا دکتر زلمی خلیلزاد که آقای کرزی توسط خلیلزاد به کرسی مقام ریاست جمهوری افغانستان رسید؟ برای مردم افغانستان چه فرق می کند حامد کرزی یا دکتر اشرف غنی احمدزی؟ برای مردم افغانستان چه فرق می کند حامد کرزی یا دکتر عبدالله؟ برای مردم افغانستان چه فرق می کند حامد کرزی یا احمد ضیا مسعود؟ برای مردم افغانستان چه فرق می کند گل‌آقا شیرزی، عبدالرشید دوستم یا حامد کرزی؟ همه از یک قماش هستند، نهایت با چهره های مختلف. بنابراین مردم افغانستان نباید منافع خود را در انرژی و اداره جنگ توسط این افراد ببینند. به هر صورت تا امروز هیچ گونه طرح سازنده ملی که افغانستان را از بحران فعلی نجات دهد توسط هیچ یک از این افراد و این اشخاص ارائه نشده است. موضوع دوم که در سال 2014 میتواند حائز اهمیت باشد، تامین صلح در افغانستان با توجه به تغییرات داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی آن است. در این خصوص نیاز است که با طرح یک برنامه مدون و هماهنگ ملی و جهانی، نیروهای امنیتی افغان در همکاری با نیروهای بین‌المللی سیطره حاکمیت قانون را در تمام ساحات کشور تحکیم بخشند. تا زمانی که قانون در افغانستان حاکم نشود، امکان ندارد افغانستان از مشکل فعلی نجات پیدا کند. و با استفاده از مکانیزم قابل قبول و قاطع به مذاکرات صلح آغاز کنند. در چنین فضایی است که امنیت و عدالت در کشور به وجود می آید و نگرانی ها نسبت به آینده نامعلوم کاهش می پذیرد. بیننده ارجمند، هموطنان گرامی، ما در یک موقعیت بسیار حساس تاریخ قرار داریم. واقعا مرحله بسیار حساس است. ای به مردم افغانستان تعلق داره که سرنوشت خود به چه ترتیب میخواین تعیین کنن. اگر قرار باشه ای افراد، ای شخصیت هایی که فعلا ادای رهبری در افغانستان میکنن یا در فکر زعامت آینده افغانستان هستند، اگر اینها باسم قدرت سیاسی در افغانستان از آن خود بسازن، شما متوجه باشین که طوری که ما بارها گفتیم، اینها عشق به زیر زمین افغانستان دارن. اینها به فکر مردم نیستن، چون که در روی زمین چیزی وجود ندارد. همه را ویران کردن، همه را برباد کردن، همه را به تاراج بردن، همه را به یغما بردن. بنابراین حالا همه چشم ها به سوی زیر زمین افغانستان یا معادن و سرمایه هایی است که سالها در زیر کوها و دره ها و تپه های افغانستان خوابیدن. خب بینیدای ارجمند، هموطنان گرامی، قبل از اینکه اولین تلفن شما دوستان و عزیزان جواب بگویم، خبر خوش برتان دارم.
خبر خوش براتان دارم در رابطه با البته او جوانی که با نام قلابی ولید کرزی به شکار دختران و زنان جوان می رفت. ما هویت اصلی این جوانک به دست آوردیم. نام اصلی این جوانک رامین است. رامین پسر حاجی عبدالظاهر. حاجی عبدالظاهر یکی از سهامداران کابل بانک که مبلغ بیش از 26 میلیون دلار را از کابل بانک برداشته و فعلا در کشور امارات متحده عرب و در شهر دبی زندگی میکنه. پسرش رامین که مورد تعقیب و تحقیق مقامات امنیتی و قضایی امارات متحده عرب قرار داشت، البته به دلایل مختلف که یکیش اخاذی یا دستبرد 3 میلیون دلار پول یکی از شرکای پدرش است، فعلا در تاجیکستان زندگی میکنه. مدت در هندوستان بود، در پاکستان بود، در کابل بود، چون در همه جا مورد تعقیب و تحقیق بود، بنان فعلا در تاجیکستان زندگی میکنه و حال وظیفه البته انترپول یا پلیس بین المللی است که در زمینه داخل اقدام شوه. ما معلومات لازمه جمع‌آوری کردیم که البته بعضی نکات این معلومات فعلا ما نظر به دلایل نمیخوایم بر شما ارائه کنم، بنان حال در صدد هی هستیم تا موضوع را از طریق پلیس بین المللی و اف بی آی تعقیب کنیم، چنانچه اف بی آی قبلا البته در جریان این واقعه قرار داده شده. و جالبی است که در چند روز گذشته ما تلفن های زیاد از جانب دختران و زنان جوان هموطن ما، مخصوصا خانم هایی که شوهر ندارند، دریافت کردیم. همه خود معرفی کردند و جالبی است که تقریبا همه شکار این انسان فاسد و بد اخلاق بودند. به هر صورت یک مافیای بسیار بزرگ است که تنها رامین پسر حاجی عبدالظاهر در او شامل نیستند، بلکه عده دیگه از جوانان لوپن و ولگرد هم شامل این داره یا این گروه هستند که البته به مرور زمان شاید وقت را در بر بگیره که همه دستگیر شوند و به پنجه قانون گرفتار شوند. البته در برنامه های آینده ما معلومات بیشتر در زمینه ارائه خواهیم داشت. تلویزیون آریانا افغانستان، بفرمایید. سلام علیکم آقای مسکنیار. سلام علیکم صاحب، صحت شما خوب هستین؟ بفرمایید. زنده باشین. سلام به شما و همه بینندگان گرامی. برنامه های خوب واقعا همونطور که شما فرمودین مسائل خوب مشکافین. به حال روزی ملت مظلوم ستم دیده یقین نگاه داشته شده، واقعا باید انسان گریه کنه. چی مصیبت است؟ هر کسی که روی کار میاد فقط هدفش غارت ثروت های ملی هست و خیش قوم و اقارب و خیش های گوسفندان خود روی کار آوردن و هدفشان فقط بربادی ملت. عالی، ملت تا کجا دست به دست فروخته می شود؟ اگه در مظلوم دست به دست توسط اگه در معامله می شوند و هر روز بدتر از بدتر می شود. تو نیست که روز بهتر باشه. هیچ بسیار جای مصیبت داره واقعا. حالا به نظر شما راه حل چیست؟ این مردم اگر فرزند امینایی که بر سری کار هستن نابران عقب اگه دای دیگه بیان، آیا اونهایی که میان از اینا بهتر خواهد کردن؟ این مصیبت دامنگیر است و به نظر من نسل ها میخواهد تا این ملت تا این مصیبت تا این بدبختی من گفتن به جای ما گفتن برآورده شود. متاسفانه بسیار غم هاست و بسیار درد هاست و واقعا جای گریه داره. تشکر میکنم که ما زنده باشین. تشکر. ما یک اطمینان براتون میتم، اگرچه من هیچ کار هستم که اطمینان بتم که از این حالت کده که این گروهی که تقریبا از بیش از 30 سال است که اینا حاکم بر سرنوشت ما هستند و به یک شکل در امور داخلی افغانستان و در سرنوشت مردم افغانستان اینا داخل هستند، یعنی هر کدام این افراد و اشخاصی که آرزو ایره دارن که به مقام رهبری افغانستان برسن و یایی که در انتخابات آینده سهم بگیرن، اینا هیچ کدامشان یعنی بی رب بی رابطه نیستن. اینا به یک شکل در 30 سال گذشته در سیاست افغانستان دست داشتن، در ویرانی افغانستان دست داشتن، داورگی مردم افغانستان دست داشتن. اگر یک میکانیزم یا یک حالتی بیاید یا یک عدالت انتقالی در افغانستان
حکم فرما شود که قانون فقط حاکم شود و این قانون باشه که افراد و اشخاص فاسد از غیر فاسد جدا کنه. این یگانه راهش است و ما اطمینان کامل دارم که نه تنها یک نفر، نه تنها یک شخصیت، نه یک رهبر، ما رهبران بیشماری داریم متاسفانه که به حاشیه رانده شدند. البته در این مورد آدم باید بیشتر صحبت کنه، اما چون تلفن ها همه روشن هستند و ما مجبور هستم به جواب همه بپردازم، به من اینجا بسنده یا اکتفا میکنم. بفرمایید، تلویزیون آریانا افغانستان. سلام علیکم. سلام منجم زاده است. ما قبلا باید اعلان میکردم که ما گزارش هم از آقای منجم زاده داریم که حالا با هم میریم و میبینیم. بفرمایید منجم زاده است. سلام علیکم. ضمن عرض سلام خدمت شما و بینندگان بسیار محترم، گزارشی که دارم در رابطه با سخنرانی ملاله یوسفزایی در ملل متحد. سخنرانی ملاله یوسفزایی در ملل متحد رسوایی به حکومت طالبانی پاکستان. ملاله یوسفزایی قربانی جنایت طالبان توانست به کشورهای مهم اروپایی سفر نموده و بالاخره در سازمان ملل از جنایت طالبان سخن بگوید. این در حالی است که عاملین این جنایت در صحنه سیاسی حضور داشته، مورد حمایت جامعه بین المللی به خصوص آمریکا و انگلیس قرار گرفته و نمایندگی سیاسی قاتلان مردم افغانستان به زودی در قطر افتتاح می‌گردد. ملالهی در سخنرانی خود در سازمان ملل از طالبان که او را به این روز انداختن و اینکه چه گروه‌های مانع ادامه آموزش و پرورش دختران در پاکستان و افغانستان می‌باشند واضح چیزی نگفت. عاملین جنایت به جان ملالهی یوسفزاد یک فرد و یا یک گروه کوچک نیست، بلکه افرادگرایی و کنه اندیشی می باشد که در پاکستان و افغانستان و سایر کشورها لانه نموده و جهان را تهدید می کند. گرچه ملاله یوسفزایی توانست صدای خود را برای چند دقیقه در سازمان ملل متحد بلند نماید، ولی صدای طالبان در سطح جهانی به مراتب بلندتر از صدای ملاله یوسفزایی می باشد. ما این صداها را در چند هفته گذشته نه نیست اشتباه معذرت بخوام یکسان نیست معذرت آقای مراجب زاده را بندازید، غلط اشتباهی عکس بفرمایید. من همی عکس است. بله بله همی عکس. خب بفرمایید. بله بله، ملالهی در سخنرانی خود در سازمان ملل از کتاب و قلم صحبت می کند، در حالی که عاملین این جنایت ها یعنی طالبان با توپ و تفنگ صدای ملالهی و سایر دختران را خفه می کنند و یا آنها را مسموم می سازند. مگر جامعه جهانی سیاست های طالبان را نمی شناسد؟ مگر طالبان تا حال ده ها مکتب به خصوص مکاتب دختران در افغانستان و پاکستان را نسوزانده و یا تخریب نکرده اند؟ مگر ده ها معلم را سر نبریده اند؟ شناسایی سیاسی طالبان از طرف جامعه جهانی به مشابه به رسمیت شناختن کشتن دختران و تخریب مکاتب چیز دیگری نمیتواند باشد. خوشبختانه ملاله یوسفزایی توانست جان سالم به در برد، ولی جان هزاران دختر دیگر در افغانستان و پاکستان همچنان در خطر میباشد. ملاله یوسفزایی توانست با امکانات ویژه صدای خود را بلند نماید، ولی روزانه ده ها ملاله دیگر در افغانستان توسط طالبان کشته یا مسموم می شوند، ولی فقط با یک گزارش کوتاه دوسیه زندگی آنها بسته می شود. یاد بود از دختر شجاع ملاله یوسفزایی افتخاری برای دختران جوان در جهان و منطقه می باشد. آقای کرزایی، آیا دختران جوان و حتی کودکان در افغانستان که مرتب مورد خشونت و تجاوز جنسی قرار می گیرند و عدالت خواهی آنان به جایی نمی رسد، مورد ترحم شما و تیم کاری شما قرار نمی گیرند؟ آیا کشتار فجیع ده ها معلمه در انجام وظیفه، رؤسای امور زنان ولایات مختلف افغانستان، دانش آموزان و دختر که مورد سوء قصد و حمله مواد سمی طالبان در مکتب قرار می گیرند و چهره‌هایشان زخمی شده و آثار جراحات روحی و جسمی سالها در چهره‌شان نمودار می باشد، شما را ناراحت نمی کند؟ خبر شهادت اسفناک انیسه دختر صنف دهم یکی از لیسه های کاپیسا زمانی که با کمپین واکسین فلج نوزادان خدمت می کرد توسط طالبان به قتل رسید. مقام های ولایت کاپیسا گفتند که این دختر دانش آموز که فعالیت های رضاکارانه انجام می داده از سوی طالبان سال گذشته در این ولایت تیرباران شده است. این در حالی است که سخنگوی طالبان این حمله را تایید نموده، ولی آقای فاروق وردک وزیر آموزش و پرورش افغانستان آن را رد نموده، گفته است این کار طالبان نبوده، بدین وسیله به جنایات طالبان سرپوش می‌گذارد. جناب رئیس جمهور، تا چه زمانی قاتلان و بانوان کودکان افغانستان را دوست و برادر خطاب می‌کنید؟ ای کاش شما هم از این دختر شهید انیسه که از خود شجاعت و خودگذری نشان داده بود یادی می‌کردید
و به ولایت کاپیسا رفته با مادرش تسلیت گفته مرهمی بر زخمای این مادر داغ دیده میگذاشتید که نکردید. آیا خون ملاله با خون انیسه فرق دارد؟ بالاخره این خونهای ناحق در افغانستان روزی دامن ظالمان را خواهد کرد. تشکر بسیار. زنده باشین. تشکر بسیار. لطف کردید. مهربانی کردید. تلویزیون آریانا افغانستان بفرمایید. السلام علیکم. السلام علیکم صاحب. صحت شما خوب هستین؟ بفرمایید وارد اکسن. قربان شم خدا رحمت نته. بعد ما شما برادر ما بیشتر امریکا با خدا کسه بس از غم شما که هر چی بگن که ما دموکرات هستیم. اینا دموکراسی نمیخواه. اینا میخواه یک حکومت دیکتاتور که نه خدا را بشناسن نه پیغمبر را بشناسن. اینا بعد غم ما نشته. امروز ببینین اون روزم در خود رادیو ها و تلویزیون ها گفته که همی استحکامات همی مسائلی که امروز مقصد می پارتمان ها و اردوگاه ها و که برای ساکر امریکایی و اروپایی جور شده اینا را خراب میکنن. بلی از خدا یکی که ظلم است. اگر ملا بیاید اگر هر کس بیاید بازم در افغانستان همه چیزی که جور شده اینا را خراب میکنه که افغان ها استفاده نکنه. شما ببینین مصر ببینین بیادر یک انقلاب آمد اولین تبریکی که به می کدتا و می کدتایی که به واسطه امریکا شده سعودی عرب برش تبریک گفته. بهترین دوست امریکا دیکتاتورهای جهان هست. شما از امریکا تو قاضای آرزوی از این نداشته باشین که اینا برای ما دموکراسی میره. امروز در افغانستان به خدا یک جنگ را برپا میکنه که حتی جنگ جهانی از یادت بره. و خاطری که امریکا خودش میخواه. امروز امریکا میباید از افغانستان. امریکا میباید این ملت را همین دو سمت را سمت شمال سمت جنوب اینطور جنگ ها را ببینی. اینا جاهل هستن. به خدا از این رهبرا پیروی میکنه. چطور کنی؟ شما میتونن که از اینجا یک رهبر را پیدا کنین اینجا روان کنین مردم قبولش کنه. همین خواه اینا را همین مردم قبول میکنه. دیگه چی کنیم؟ چاره چی سوائی زخاط به هم الجاهلون قال و سلاما. خدا میگه کسی جاهل نمیشه که گپ زده. امروز همی افغانستان درست همی جلادای خونخوار است که امروز خودی امریکا از اینا استفاده میکنه. خودش میبراید در جنگی را برپا میکنه مثل سوریه. مثل که خودش امروز در خود مصر شده. امروز حالت مصر ببینین. حالا هر چی بوده مردم انتخاب کرده بود. ولیکن خود سوری عرب با واسه همی خلیج این همی انقلاب یعنی بناکامی مواجه کرده. خود امریکا هم در این دست داشت. در افغانستان هم نمیخواید دموکراسی بره. دیگه وقت تشکر. زنده باشه. تشکر. تلویزیون آریانا افغانستان بفرمایید. بله سلام علیکم. سلام صاحب. صحت شما. بفرمایید. من در خدمت شما هستم. میخوام با جناب مسکینیار صحبت کنم. بله من در خدمت شما هستم. امر کنین. بفرمایید صاحب. ما فقط یک مهاجر افغانستان میخوایم یک سوالی بسیار مختصر. البته تبریک میگم از خدمات شما و از فعالیت شما را. تشکر. و میخوایم که در مورد همین قرارداد امنیتی که بین افغانستان و امریکا می خواهیم که به امضا برسه محاسن و معایب آن را و این که چقدر به مفاد افغانستان است و چقدر به ضرر افغانستان است اگر امروز توضیح کرده بتانین و اگر نمیشه به پروگرام آینده ایتان توضیح بفرمایید ممنون میشه و اگر به تفصیل بفرمایید میشه زنده باشین. تشکر. لطف میکنم. البته قرارداد امنیتی که بین افغانستان و ایالات متحده امریکا قرار است نهایی شوه ای فصل ها و مواد زیاد داره که متاسفانه در 5-6 دقیقه که من در اختیار دارم نمیتونم همه را خدمت شما تقدیم کنم. حتما در یکی از برنامه ها شاید فردا یا پس فردا من روی مکس خواد کردم و معلومات لازم خدمت شما ارائه خواد کردم. نهایت یک نتیجه گیری که من از امضای قرارداد میکنم متاسفانه با درد و دریغ در شرایط فعلی ما ناگزیر هستیم یک حمایت خارجی داشته باشیم. ای را خاک از قبول میکنه خانه میکنه. اگر حمل بر خدای ناخواسته خیانت و وطن فروشی نشه ما ناگزیر هستیم که یعنی حمایت یک کشور خارجی را داشته باشیم و جز ایالات متحده آمریکا که از نظر اقتصادی و نظامی یک کشور قدرتمند جهان است دیگه هیچ کشور نمیتونه ما را از روزهای تاریک و روزهای سرنوشت شومی که شاید در انتظار ما باشه نجات بده. درست است ما مسلمان هستیم عقیده راسخ به خداوند داریم اما در این حال ما باید وسایل، ابزار، وقت، زمان، مشکلات همه را باید نظر داشته باشیم. ما کدام گزینه یا انتخاب دیگه نداریم جز این که تا
تن بتیم به امضای این موافقتنامه، که در این موافقتنامه به نظر ما اگر سهلنگاری هم صورت گرفته از جانب طرف افغانی صورت گرفته، برای که طرف افغانی نسبت ضعف دیپلماسی نتانسته خواسته ها و شرایط خود بر طرف امریکایی بقبولانه. شما حتما اطلاع دارین در گذشته ما در افغانستان سیستم هایی داشتیم، نظام هایی داشتیم، دیپلمات هایی داشتیم در رژیم های مختلف که اونا همه کارکشته بودن، تعلیم یافته بودن، تجربه داشتن، قرارداد آب هرمن با حکومت یا رژیم شاهی ایران، قراردادهای مختلف دیگه که ما در سطح بین المللی امضا کردیم با کشورهای مختلف، البته مذاکرات اخیر شهید سردار محمد داوود خان با مقامات پاکستانی و توافقات که پس از قطع روابط سیاسی بین پاکستان و افغانستان صورت گرفت در زمان صدارت سردار محمد داوود خان، و همچنان دیپلمات‌های ورزیده مثل مرحوم فقید که نامش همیشه جاودان است، آقای محمد هاشم میمنوال و جناب عبدالرحمن پژواک، آقای محمد موسی شفیق و سایر دیپلماتان به شمول غنیمت‌هایی که فعلا چند تنشان زنده هستند مثل دکتر سعدالله غوثی، ما همچون دیپلمات ها داشتیم و امروز ببینین که بر جای او دیپلمات های ورزیده و او دیپلمات های کارکشته کیها سرنوشت افغانستان به دست دارن و کیها سیاست یا دیپلماسی افغانستان پیش میبرن. البته در مورد جزئیات توافقنامه امنیتی بین ایالات متحده آمریکا و افغانستان آدم در یک برنامه تلویزیونی زیاد صحبت کرده نمیتونه، و دلیلش هم ایست که وقتی که یک قرارداد به 2 دقیقه یا 3 دقیقه آدم نتونه او را فشردهش بیان کنه و ایجابی را میکنه تا به صورت درست آدم او را مورد ارزیابی و مورد بررسی قرار بده، بنان وقت زیادتر میخوایم. من کوشش میکنم که در یکی از برنامه های شاید فردا یا برنامه هفته آینده ما به نکات مهم قرارداد استراتژیک بین ایالات متحده آمریکا و افغانستان اشاره کنم. تلویزیون آریانا افغانستان بفرمایید. تلویزیون آریانا افغانستان بفرمایید. سلام محترم آقای مسکینی. السلام علیکم صاحب، صحت شما خوب هستین؟ بفرمایید. بخیر شما سلامت باشین. تبریک شما یادداشت یادآوری کردین. در کشور ما واقعا منافع آمریکا و منافع کشورهای همسایه دخیل است، به خاطر اینکه در کشور ما آنچه در دل کوه ها و آنچه در زیر زمین است اینا کلا دست ناخورده است. بنابراین اصل هدف میرسه سر موضوع قرارداد امنیتی نظامی. در اینجا رئیس جمهور افغانستان جناب محترم کرزی و عموما اعضای تیم از اینا در تلاش هزی هستند که موضوع را به تعویق بندازند، در حالی که هیچ چنین موضوعات از قبل موافقتنامه دراز مدت امضا شده بله. فصل ها و یکی از مواد از این قرارداد امنیتی نظامی است که در قراردادها طوری که شما بیشتر هم یادآوری کردین حقوق و عجایب در این قراردادها درج میشه، چی از امریکا باشه یا هر کشور دیگه، چی میتن و چی را بر ما واگذار میشن. به این معنا داد و ستوت است در بین هر دو کشور، و اگر این قراردادها به شکل در رأس بین المللی در قراردادها دادها امضا میشن، اگر کشوری از این عملی نمیکنه آدم میتونه کشوری میتونه مراجعه کنه به جامعه بین الملل که این کشور در این طور موافقتنامه که با ما امضا کرده عمل نمیکنه. مثلا اگر یکی از موارد عمیق قرارداد امنیتی باشد که اگر به کشور ما یعنی افغانستان یکی از همسایه‌ها یا کشوری متجاوز میشه، بنابراین امریکا باید طرف افغانستان را داشته باشه. در صورت امریکا چنین کاری را عمل نمیکنه، این را میتونه که جامعه جهانی به محکمه بکشنه و غراماتش از پیش بستانه. بنابراین این موضوعات در کلن در قراردادها از جمله وجایب اساسی است که درد میشه، و در اینجا جناب رئیس جمهور کرزی از این موضوع سوء استفاده برده و این منافع ملت از زیر پا میندازه، صرف در منافع شخصیشان که عبارت از همین موضوع قدرت است و این موضوع دوام است یا خودش یا تیمش، بنابراین ملت هم در تشویش انداخته و این طور یک چانس طلایی است که بر افغانستان دست داده، این نباید ملت افغانستان از دست بده. موضوع دیگری هم قابل یادآوری است که اینمی قرارداد امنیتی نظامی بر او کسایی که همیشه استدلالشان از دعوای کاملا مغرضانه یا به سبک پاکستانی یا ایرانی ادعا میکنند که گویا افغانستان استقلال
افغانستان زیر پا شده، افغانستان اشغال شده، در حالی که اینمی قراردادها هویت استقلال یک مملکت در جهان انعکاس میده، به خاطر از اینکه هر کشور مستقل خودش میتونه امضا بکنه. امروز امریکا یک ابرقدرت جهانی است و منافعش هم در افغانستان، جهان هم میفهمه که منافعش هم از طریق کشورها آمدن. اونا میتونستن اگر ما کشور اشغال شده می بودیم بدون امضای رئیس جمهور، بدون در نظر داشت که ملت افغانستان بالای ما متقابل می شدن که شما باید را امضا بکنین. همین که ما امضا هم نشد تا یک مدت زمان، این خودش هم در دیدگاه مثبتش برداشت کرده میتونیم که ما یک کشور مستقل هستیم، که اگر رئیس جمهور با وجود از اینکه یک دست نشانده است، ولی ملتی که در پالویش عبارت از پارلمان است و یک تعداد دیگه که سر صدا را میندازند، همین نشان میده که افغانستان هویت خود داره، استقلال خود داره، آزادی خود داره و مطابق بر منافع خود کار میکنه. امید است که کسانی که ماهیت استقلال بودن نفهمیدن، این زمینی موضوعی که امروز به نام قرارداد امنیتی است، باید بفهمن که کشور مستقل در پای یک سند امضا میکنه، نه کشوری که دست نشانده باشند. تشکر. زنده باشم. تشکر. از جانب ایالات متحده آمریکا در طول تاریخ با کشورهای مختلف قراردادهای متفاوت یا مختلف امضا کرده، به شمول کشور ژاپن، به شمول کشور آلمان، به شمول ترکیه که امروز جزء پیمان سنتوست، ناتوست معذرت میخوام، به شمول جمهوری اسلامی مصر، به شمول اسرائیل، به شمول اردن و چندین کشور دیگه قراردادهای مختلف امضا کرده. امروز شما ببینید ژاپن از نظر اقتصادی یکی از کشورهای بسیار بزرگ جهان است، اما قوای خارجی یا قوای آمریکایی بهتر است بگویم در ژاپن حضور دارند. امروز ترکیه هم پیمان ایالات متحده آمریکا است، در حالی که یک کشور اسلامی است. مصر به می شکل و سایر کشورها به می شکل داشتن یا معذرت می خواهم امضای یک قرارداد استراتژیک که به نفع یک مملکت باشه، به نفع یک ملت باشه، هیچ کدام مشکلی نیست و کدام نقص نداره. ما در یک جامعه زندگی میکنیم که ما جامعه میگم امی جهان امروز به یک جامعه خرد تبدیل شده، این به دکده تبدیل شده. ما در یک دکده زندگی میکنیم که واقعیتای دکده را باید ما درک کنیم. جهان امروز واقعیتایش متفاوت است با قرن 20. در گذشته دو ابرقدرت بود، ما شما دیدیم که به چه ترتیب ابرقدرت دومی از بین رفت، سرنگون شد، و امروز بادار جهان ایالات متحده آمریکاست. من نمیخوایم که شما فکر کنید من بادار گفتن منظور من این نیست که آقاست یا ارباب است یا بالاست. امروز قدرت اقتصادی برای کشور امی توانایی را داده تا در هر جای دنیا هر چی که درش بخواهد بکنه و میکنه. خدا شاهد دیپلماسی آمریکا به اندازه بغرنج است، به اندازه مشکل است که کسی رو درک کنه. همین جنگ زرگری یا نازرگری را که با کرزی براه انداخته، همین سیاست را که با رهبران پاکستان در پیش گرفته، همین سیاست را که در جمهوری مصر در پیش گرفته. حالا معلوم نیست که این کودتا که در مصر شده توسط کیا این راهنمایی شده، ای به تشویق کیا صورت گرفته، کیا دست دارن. این همه دیپلماسی غامض و دیپلماسی بسیار مشکل ایالات متحده آمریکاست. این مملکت امروز اینمی توانایی را داره از نظر سیاسی، از نظر اقتصادی، از نظر نظامی. بنابراین ما که یک کشور پسمانده هستیم، ما که یک کشور عقب مانده هستیم، یک کشور فقیر هستیم، یک کشور بیچاره هستیم، ما یک کشور هستیم که هیچ دلسوزی نداریم. شما ببینین خودتان دیدین که در طول مخصوصا 32 سال گذشته چی افراد و چی اشخاص آمدند حاکم بر سرنوشت مملکت ما شدن، به شمول امی کرزایی که دست نشانده میگن، دست نگر میگن، پپت میگن، تحت الحمایه میگن. ببینین که سر مردم افغانستان چی آورد. تا خود ما، تا کسی که رهبر یک مملکت میشه، تا خودش تقوای سیاسی نداشته باشه، وابستگیش هیچ مشکل نداره. ما بارها براتون گفتیم، ما به تحت الحمایه بودن کرزی، به پپت بودن کرزی، به دست نشانده بودن کرزی، ما هیچ مشکل ندارم. برای اینکه امروز اکثر پادشاهان و رهبران جهان 90% 99%ش اینا دست نشانده های مخصوصا امریکا هستند، و اونهایی که تمرد میکنن از امریکا ببینین چی سرنوشت دارن. امی احمدی نژاد شما یادتان برین، چاوز یادتان برین، یا کاسترو را ببینین. چند نفر معدود است که امروز ببینین که با ایالات متحده آمریکا رابطه درست ندارن و در نظر اقتصادی در بدترین شرایط قرار دارن. ما چرا در دنیای امروز در صلح و سلام زندگی نکنیم؟ ما چرا مثل تونس نباشیم؟ ما چرا مثل مراکش نباشیم؟
ما چرا امروز مثل همین مصر که امروز یک رویداد تازه در اونجا رخ داده نباشه، ما چرا مثل ترکیه نباشیم؟ ترکیه یک مملکت اسلامی است، هیچ کدام مشکل نیست. اگر بعضی دستاندازی ها و بعضی دخالت ها هم میشه توسط بعضی کشورهای مغرضه مثل اسرائیل میشه که امنیت یک مملکت به خطر مندازن، اما این به هوشیاری، به فراست، به درایت، به وطن دوستی، به صداقت ما تعلق داره. این ما هستیم که مملکت همیشه تباه کردیم، برباد کردیم، ملت خدا کشتیم، وطن خدا ویران کردیم. مگر ویرانی کابل یا جنگ‌های چندین ساله که در افغانستان صورت گرفت همه چیز به گردن خارجی؟ ما تو چرا اینقدر زبون هستیم؟ ما تو چرا اینقدر وطن فروش و اینقدر خائن هستیم که همیشه ما و توی افغان آلی دست یک کشور خارجی قرار میگیریم؟ چرا یک پاکستانی هم این کارو نمیکنه؟ چرا یک مصری هم این کارو نمیکنه؟ چرا یک ترک نمیکنه؟ یک ترک چرا آلی دست یک کشور خارج نمیشه؟ مشکل اساسی در افغانستان، مشکل اصلی در افغانستان نبود عدالت است، یا بهتر است بگم نبود قانون است. در کشوری که قانون نباشه، در کشوری که قانون عملی نشه، او کشور نامش چیست؟ افغانستان. تلویزیون آریان افغان. تلویزیون آریان افغانستان، بفرمایید. آقای مسکینیان سلام عرض میکنم. من خدمت شما سلام و احترام تقدیم میکنم. بفرمایید. مسکینیان صاحب، با استفاده از فرصت من میخوام خدمت شما عرض کنم که اولا در بخش تلویزیون شما که واقعا یک تلویزیون ملی، یک تلویزیون که همیشه در فکر افغانستان و مردم افغانستان بودین و هیچ وقت دینتان و قرآنتان در فروش نرساندین. شما تلویزیون هستین که مردم افغانستان سر شما افتخار میکنه و این گفته مردم ثبت تاریخ خود شد. ما در بسیاری مسائل امرای خود 100% موافق هستم، بخصوص در بخش سیاست خارجی، اما در بعض نقاط امرای خودتان تا اندازه موافقه ندارم. طبیعیست. به طور مثال با کمال احترام شما در ارتباط مسائل ملی موضوعات بهراسانه، بباکانه، مسائل بسیار خوبه و مسائل امنیتی بدون حراس، بدون در نظر داشت جهت قومی و مذهبی و گپا در آخر شما توضیح میتین. واقعا که هر فرد با احساس افغانستان به صحبت های شما میباله و صحبت های شما را دقیقا گوش میکنه و از او یک نتیجه مثبت میگیره. صرفا در ارتباط انتخابات و رهبرایی که بیشتر شما نام گرفتید، شما دقت کنید در افغانستان اینمی اشخاص مطرح هستند، اینمی اشخاص در داخل افغانستان همیاله هستند. ما شما هیچ یکی از رهبرای افغانستان میگفت با کنار آمدن اشخاص موضوع افغانستان حل نمیشه، با کنار آمدن نیروها قضیه افغانستان حل میشه و در افغانستان امکان داره صلح شوه. من فکر میکنم تا زمانی که برای اجازه بدین منظورتان نیروها کدام نیروها؟ یعنی خارجی از افغانستان برای این فکر میکنین؟ من فکر میکنم که خارجی از افغانستان برای این به مسابقه یک کاتاستروف، به مسابقه یک ماتم، این به مسابقه یک نمیفهم چی بگم، یک تراژدی بزرگترین جفاست به حق ملت افغانستان که در شرایط امروزی که وطن ما از چهار طرف تحت تهاجم همسایه ها و بنیادگراها و افراطی ها و انتحاری هستند. اگر خارجی ها در این شرایط ما نمیتونیم خارجی ها را راضی نگه بداریم، چون باید ما دنبال رو منافع ملی باشیم. منافع ملی افغانستان ایجاب میکنه در شرایط امروزی که خارجی ها باید تا یک مدت در افغانستان باشند، اما بنیادگراها همچنان از خاص استفاده طلب، جا طلب، طبیعی است که منافع اونا در خطر می باشد. طبیعی است که اونا حتی اگر ما رشوت می خوریم میگه یه خارجی هم که ما رشوت خور ساخته. پیشتر بسیار خوب فرمودین شما. اگر ما رشوت می دیم میگه خارجی هم ما رشوت دادن یا داده است. برای خدا ما چه وقت یاد بگیریم زندگی کردن؟ این حال در تو شرایط اگر خارجی از افغانستان برای من فکر می کنم بزرگترین جفا است که آقای کرده برای افغانستان خواد کنه و این ما هم تو فکر میکنم که خود 100% یک قسمت موافق هستم، اما در ارتباط انتخابات و رهبرا کمک کنم فکر میکنم شما نمیفهمم. به نظر من کمک دور از انصاف صحبت کردین. تشکر، زنده باشین. لطفا بعد جوابتون بیتم. خب بیننده ارجمند، در حالی که من با شما موافق هستم که همین افراد و شخصیت هایی که من از اینا نام بردم امروز در جامعه افغانستان اینا مطرح هستن، اول خب ما به ریشه این مسئله بریم که چرا اینا مطرح هستن. آیا اینا از دل جامعه افغانستان برخواستن؟ یک. آیا در طول مدت که اینا فعالیت سیاسی داشتن اینا نسبت به ملت و نسبت به کشور خود صادق بودن؟ نه. آیا سوال اولام نه که اینا از بطن جامعه افغانستان نخواستن و سوال دوم نه،
اینا همه گماشتگان و عمال کشورهای خارج هستند که در مقاطع مختلف یا بهتر از بگم در دهه های مختلف اینا به دستور خارجی ها نقش آفرینی کردن و ببینید که امروز کشور ما را به می روز رساندن. این درست است که من بهتان موافق هستم که از بین بردن اینها چون اینا به زور و به زر و به ثروت توسط و به زور خارجی ها حاکم بر کشور بر مردم ما شدن و این پولشان است و این قدرت اصلیشان است که سخن میگه نه منطقشان نه ای که اینا جایگاه مردمی و ملی داشته باشند. در این مورد ممرتان موافق هستم که اینمی یک واقعیت تلخ است که امینا در افغانستان هستند. اما ما سوال در اینجا است که چی وقت اینا هم و حرص و تم و علاقهشان و عشقشان به دولت، به ثروت، به سرمایه، به قدرت چی وقت کاهش پیدا میکنه؟ ای کاش اینها خودشان به صورت والنتیر یا داوطلبانه جاهای خود به افراد و اشخاص ملی منور با درایت و با تجربه بتن. اگر اینا واقعا وطن خود دوست دارن، اگر واقعا وطن خود دوست دارن، درست است که افغانستان یک کشور کثیر الاقوام است، اما چرا به نمایندگی از مردم شریف ازبک عبدالرشید دوستم که کثیفترین و فاسدترین شخص است نمایندگی کنه؟ ما مخالف سهم دادن اقوام در قدرت نیستم، اما در گذشته هم در حکومت های افغانستان مثلا ازبکان بوده، هزاران بوده، تاجیکان بوده، پشتونان بوده، اما بهترینش بوده. ما بازم براتون میگم دکتر سرابی، دکتر عبدالواحد سرابی اگر زنده است خداوند زنده داشته باشش و اگر فوت کرده خداوند مغفرتش کنه، در چندین کابینه افغانستان یادم وزیر بوده. یک روز یک صدای نه در کوچه، نه در بازار، نه در پارلمان، نه در مجلس وزرا، نه در قشر روشن فکری ما شما به اصطلاح بلند نشد که چرا سرابی وزیر پلان است، چرا سرابی وزیر مشاور است، یا آقای لالی، یا آقای انجینیر مسا، یا سایر افرادی که در افغانستان بودند، یا تعداد زیاده بودند. اینا هیچ کدامشان مربوط قوم پادشاه و رئیس جمهور نبودند، اما اینا صادق با وطن بودند. هیچ وقت سوال پیدا نشد که چرا این آدم مربوط این قوم است، چرا این قدرت داره. بخاطر که چوکی و مقام نه به اساس قوم و منطقه و زبان تقسیم شده بود، بلکه به اساس شایسته سالاری تقسیم شده بود. یعنی او آدمی که در رأس قدرت قرار داشت، او آدم شایسته امو مقام و امو منزلت بود. خب یک دوره گذار در افغانستان آمده، بهتر است که طراح و بنیانگذار امی دوره گذار امی افراد و اشخاص باشه که در افغانستان نام خوب ندارند. ای خودشان زمینه را مساعد بسازند، ای خودشان بستر هموار بسازند، اینا خودشان زمین اساس باشند برای اینکه افغانستان به پیشرفت بره و این مرحله را افغانستان بگذرانه. ما امیدوار هستم شما را قناعت داده باشم. غیر از او اگر شما بخواین با می افراد و اشخاص که منشان نام بردم و اینهایی که در دیپلماسی افغانستان، در سیاست افغانستان و در حاکمیت افغانستان مخصوصا در 12 سال گذشته اینا به صورت مستقیم یا غیر مستقیم نقش داشتن، بران آینده افغانستان شما چی توقع دارین، چی انتظار دارین که افغانستان آینده افغانستان درست شد؟ امریکا میگه برادر من بر تو بیلیون ها دلار دادم، من اینقدر فرزند خود، اینقدر جوان خود در مملکت تو از دست دادم، قربانی دادم، آخرش همی؟ ما خو هیچ وقت برات نگفتیم تو سرک تا پاک نکو، ما نگفتیم تو کثافات تا بروی جاده ها بنداز، ددان دروازه بنداز، ما نگفتیم که تو برو دختر 4 ساله رو یا 5 ساله رو ریپ کو، ما نگفتیم که تو برو بچه بازی کو، ما نگفتیم که تو برو خیانت کو، تو قاچاق مواد مخدر کنی. ایره خو ما نگفتیم، ایره خارجی نگفته، ایره خو تو ضعیف بودی، تو یک دولت ناکارا بودی، یک دولتی بودی که از هیچ نگاه تو موفقیت خداوند نصیب تو نکرده. به خاطر چی؟ به خاطر ندانم کاری و به خاطر جهالت و به خاطر ای که تو در فکر ثروت اندوزی بودی. و امروز هم ببینین که مملکت باز هم با یک مشکل عمده دیگه اینا مواجه ساختن، فقط به منظور امتیازگیری از امریکایی ها با اونا داد معامله میکنن. ای که فردای افغانستان چی میشه کس نمیدانه. خب بینیدار جمعند، وقت برنامه ما هم در همین جا به پایان میرسه. من معذرت میخوایم بسیار، من رخ درشت صحبت میکنم و کوشش میکنم آنچه را که خدمت شما عرض میکنم، آنچه را که جمع آوری میکنم
هر سخنی که میگم من خودم جوابگوی صحبت‌های خود هستم و در هر مورد بر شما جواب دارم. اتو نیست که من خواسته های شخصی خود، قومی خود، منطقوی خود سر شما بقبولانم. واقعیت‌های در افغانستان است، واقعیت‌های دردناک است بسیارش، اما برای داشتن افغانستان، برای حفظ افغانستان، شما باید این واقعیت‌های دردناک بپذیرین. من بازم من امتنان میکنم، سپاسگزار هستم از او عده رهبرا و او عده بزرگان تنظیم ها و فرض کنین احزاب که در 12 سال گذشته، اقلا در 12 سال گذشته دستشان به خون مردم افغانستان آلوده نشده. اینها واقعا خود جدا کردند، اینها واقعا به تاریخ افغانستان نشان دادند، به مردم نشان دادند که آنچه که در گذشته کردند، البته نظر به هر دلیلی که بوده، در 12 سال گذشته اینا چور و چپاول و غارت نکردند، که از این مردم هم آدم باید به نیکی یاد کنه و این دلیل نمیشه که هر کسی که در یک رژیم کار کرده، هر کسی که در یک سیستم کار کرده، او همه خائن هستند. کسی که دستش به خون مردم آلوده است، کسی که به خیانت دست یازیده، کسی که به غارت و چپاول دست داشته، بر از او هیچ مقطع تاریخی، هیچ وقت و زمان فرق نمیکنه. خائن خائن است، سارق سارق است، دزد دزد است، صادق صادق است و وطن دوست و فداکار، وطن دوست و فداکار است که تاریخ اگر جفا نکنه و تاریخ واقعا توسط تاریخ نگارای واقعی و بی‌طرف نوشته شود، در او صورت واقعا جوان ما، یعنی نسل آینده ما، میتونه برای آینده این مملکت یک سرنوشت را تعیین کنه که در او خواسته ها، آرزوها و منافع تمام مردم افغانستان داخل باشه. و من الله توفیق تا دیدار بعدی فردا سر ساعت 11 به وقت غرب ایالات متحده آمریکا، همه شما رو به خدا می‌سپارم. روز و روزگارتان خوش. افغانستان یگانه شبکه تلویزیونی ملی افغانها در خارج از کشور.